عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی برنامه دخیل ویژه اعیاد ماه شعبان. این شبها با مهمانان و کارشناس متنوعی در خدمت شما بودیم و انشالله که بتونیم رضایت امام زمان علیه السلام رو به دست بیاریم. و این نکته رو که دیشب استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام سید کاظم تکیه فرمودن که هر روز یک کار حداقل برای رضایت امام زمان انجام بدید، هم در طول روزانه ما در صلوه کار خودمون قرار بدیم تا انشاءالله بتونیم جامعه مهدوی داشته باشیم و در طول زندگیمون حداقل یک لبخند امام زمان رو ما مشاهده بکنیم که به ما بزنن و از دست ما راضی باشن. امشب رو هم به مانند شب گذشته در خدمت ایشون هستیم و با حضور ایشون برنامه رو پی میگیریم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید سید. تبریک عرض می‌کنم. همچنین به شما. محضر شما خدمتگزاران مکتب اهل بیت، عزیزان زحمتکش شبکه جهانی بیت العباس و همچنین خدمت همه بینندگان این شبکه فاخره سلام در اقصى نقاط عالم. خدا خیرتون باشه. من نظر لطف آقا ابوالفضل عباس اهل بیت که این شبکه الحمدلله بیننده زیاد داره. هر چه که منتسب به اهل بیت باشه برکت خیزه. الحمدلله. هر چه که حالا شبکه هم یکیش، و مهم این نیست که چه تعداد افراد این شبکه رو شاهدن، مهم نفوذ و اثرگذاری شبکه است. سر شب یک کسی پیام داده بود که چرا گاه گداری یه مقدار کیفیت شما پایین و بالا میشه، یا مثلا اونقدر شارپ و آینه ای نیست. گفتم خب به هر حال شما مستحضرید، هر ماهواره یک باند پهنای باندی داره برای ارسال امواجش بر قمر و بعد انعکاسش توی ستلایت ها و این گیرنده ها. به هر حال ما به خاطر مسائل مالی باندمون یه مقدار پایین تره، با کیفیت پایین. بعد جوابش خیلی جالب بود، گفت اصلا شما هیچی نداشته باشه تصویرتون، کیفیت هم نداشته باشه، همین که لابلای شبکه ها مثلا دارید زیارت عاشورا رو هر روز پخش میکنید، این کلی بر ما ارزش داره. بله. و ما با پای این برنامه ها میشینیم ولو که کیفیت ظاهری تصویرش هم پایین باشه. بله. و واقعا به تعبیر شما اون انعکاس مهر و محبتی که حالا در کلام اهل بیت هست دیگه این ظواهر رو و معایب رو خلاصه میپوشونه. بله. اولویت اول محتواست، حداقل که این سیستم رسانه محتوا، اما نه فقط محتوا به این معنا که بیانات خوب باشه، نه، با اخلاص و از دل بر بیاد، لاجرم بر دل نشینه. بله. و اولویت دوم تصویره. بخوام مثال بزنم، بعضیا جمال خیلی زیبایی ندارن اما سخنان دلنشینی دارن. بله. تصویرش خیلی خوب نیست، اما خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگن در مشهد، چون مدتی در مشهد ایشون ساکن بوده، به یک کتاب فروشی فهمیده بودن که این مفاتیح الجنان چند، گفته بود مثلا 2 تومن اون زمان. عجب، چرا گرون؟ ارزون تر از این حرفا باید باشه. تو برو چه کار داری شیخ، میخوای بخر؟ میخوای نه؟ نه آخه من گفتم که این رو ارزونتر برسونم به دست مردم فروشنده، شما که خیلی سود نمیگیری. گفت نه من اینقدر میخرم. شما گفت نه من به ناشر گفتم که ارزون در اختیار مردم بگذاره و فروشنده. تو شما میگی کی هستی؟ تو خب من مؤلف این کتابم، عاشق عباس قمی هست. گفته آقا یه چیزی بهت میدم، فقط از جلو مغازه من برو کنار، مردم بدونن مال شماست نمیخرن. یعنی سادگی و حالا مثلا جمال. بله بله، یعنی ابو عمامه خیلی سر و ساده و اینها، چهره اون ایشون هم اونچنان زیبا نبوده. فکر میکرد مثلا میگم بله. سرداب مقدس آقا امام زمان در سامرا. بله. خدا انشالله دوباره روزی کنه، انشالله به زودی با هم باشیم، انشالله به حضرت ابوالفضل. امشب قبل از اینکه من خدمت شما برسم، چند دقیقه قبل از حرکتم، یکی از بستگان ما زنگ زد استخاره کرد و مصمم شد که من با این استخاره فردا حرکت میکنم. عجب. برای کربلا، برای کربلا. خوش و سعادتش. آراز دل ما رو هم برد دنبال خودش. بعد میگن توی سرداب مقدس آقای امام زمان سلطان الواعظین
صاحب کتاب شبهای پیشاور. بله شبهای پیشاور. مرد عالم، گوینده، سخنور، دانشمند و بسیار ولایی. بسیار ولایی. خلاص سخنشناس بود و کتابشناس بود. مشغول خوندن مفاتیح الجنان بود. خب همونطور که میدونید کتابهایی بعد از مفاتیح الجنان بله. چاپ شد، اما مفاتیح الجنان حرف اوله در امر دعا به خصوص معاصرمون. بله بله. مشغول خوندن بود. آقای عاشق عباس قمی سلطان و بایزدی نمیشناخت. آقا این کتاب چیه؟ آقا مفاتیح الجنانه. گفت مال کیه؟ با آداب و القاب. گفت مال مستطاب مثلا سقط الاسلام فلان عاشق عباس قمی. آقا این کتاب به درد هم میخوره. ناراحت شد سلطان و بایزدی. این چه حرفیه میزنی آقا؟ خدا میدونه خدا چه توفیقی به این داده. این مرد چقدر با اخلاص قلم زده. من میفهمم این مرد چه کرده. یکی دوتا از عرب ها گفتن آقا امرد ملاحظه فهمد عاشق عباس قمی هستن. زیره به کرمون داریم به عاشق عباس قمی هست. فلذا عرضم اینه که فهمودید. اینجا سلطان نگفت که مثلا اگر اینه من یک کتاب رو نمیخونم. نه خدا هر دو بزرگوار رو مورد رحمت من ندیده عرض میکنم حتما دست و پای آقا رو بوسیده. بله چون به مطلب فکر میکنم، به کتاب فکر میکنم، دقیقا نه به شخصش. لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال. نسبت به شبکه شما هم همینه انشاءالله. یعنی به ما قالتون نگاه میکنن، تاثیرگذاری مطالبتون و برنامه هایی که ارسال میکنید حالا تاثیر یه مقدار تیره میشه، یه مقدار صاف میشه، درست میشه. ولی انشالله من یک دعا میکنم انشالله و به آمین شما، انشالله به برکت آمین شما و دوستانی که دارن ما رو میبینن این دعا مستجاب شه. انشالله به حق حضرت ابوالفضل عباس من دیگه با حضور در این شبکه این مطلب رو نشنوم الهی که انشالله. مشکل مالی داشته باشه شبکه انشالله. انشالله دوستداران آقا ابوالفضل عباس به طوری حمایت کنن این شبکه رو که سر تا سر عالم شیعیان اهل بیت بتونن با تصویر خوب شما رو ببینن انشالله. فکر نکنن آقای موسوی یا حضرت عالی نورانی نیستید. با تصویر سلام نورانیت ما بستگی به این پروژکتورها داره آقا. خیلی خوبه آقا، ممنونم. آغاز کنیم گفتگومون رو، یه فاصله تقدیم بکنیم در خدمت شما. بسیار یه فاصله بدید، یه مقدار فضا برگرده تا ببینیم امشب پیشنهاد از آقای تکیه‌ای در مسیر غیبت و در زمان انتظار چه خواهد بود. امشب همه دنیا پر از نوره، امشب شب عشق و شب شوره، امشب همه دنیا پر از نوره، پر از نوره، یه قنداقه پر از نوره، یه قنداقه که رو دستای مهتابه، همه میگن علی اکبر، بلا گردون اربابه، پر از نوره، یه قنداقه که رو دستای مهتابه، همه میگن علی اکبر، بلا گردون اربابه، جان علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، جانان علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، ای جان علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر، جانان علی اکبر، علی اکبر، سه زریح و بغل می کنم، سکوتم پایین پا رو حس می کنه، همین عشق شوق سرازیر شده، به هم نور تو منعکس می کنه، امشب شب عشق و شب شوره، امشب همه دنیا پر از نوره، امشب
شب عشق و شب شوره امشب، همه دنیا پر از نوره پر از نوره. الحمدلله رب العالمین و خدا رو شاکریم که در زمانی هستیم هرچند سخت به جهت فراق، اما خبرهایی در دوران آخر الزمان هست که وجود نازنین آقا رسول الله فرمودند سلام و پیام من رو به برادرانم در دوران آخر الزمان برسانید، چرا که ایشان ندیده ما رو پذیرفتند و قبول کردند. بابت این نکتش خدا رو شاکر هستیم و امیدواریم توفیق و عنایات نصیب ما بشه، جز کسانی باشیم که همواره لبخند رضایت رو روی لبان حضرت می نشانیم و از اون طرف هم نصیب ما می شود پا به رکاب حضرت باشیم انشاءالله. گفت وصف العشق نصف العشق، هرچند همجوار و پا به رکاب حضرت حجت بودن جزء آرزوهای بسیار سخت و دست نیافتنی است، اما اگر نگاه لطف خدا حضرت باشه انشاءالله محقق میشه. از آقای تکیه در خدمت شما این قرار شد پیرامون این اوضاع و این زمان حالا بگیم، خیلی به اوضاع گیر ندیم فعلا، چون فرمودن ایام رو مورد خطاب قرار ندید از جهت نفرین و حالا ناسزا گفتن، اما توی این دوران به تعبیر جمله همیشه گندگویی به قول معروف دو وظایف منتظران چیست؟ اما بهترین کار همون پیشنهاد دیشب شما بود، یعنی یکی از بهترین کارها تو همون مسیر انشاءالله با هم گفتگو بکنیم که چیزی دست ما رو بگیره انشاءالله. در زمان حضور امام و حیات ائمه طاهرین، من باب مثال زمانی که خیلی مردم میتونستن با امامشون ارتباط داشته باشن با کمتری مزاحمت، زمان امام صادق علیه السلام یا این دوتا 10 ساله امامت امام حسن و امام حسین علیهم السلام که اون زمان چون حکومت به دست این دو امام معصوم نبود مردم مرتبط بودن، اما در زمان امام صادق علیه السلام به امامت آقا عقیده زیاد بود، لذا خفقان و حصار در زمان اون دو امام معصوم اصلا به طوری با مردم رفتار کردن و جوری ملت رو تربیت کردن که اصلا احساس نیاز به خاندان اهل بیت نبود تا چه برسه به امام. فرض از امام حسین مسئله نمیپرسیدن، در حد مسئله گویی قبول نداشت. خب در زمان امام صادق علیه السلام حالا مثال زدیم که مردم میرفتن و احساس نیاز به امام داشتن، میرفتن خدمت امام، حتی عنوان بصری، حتی عنوان بصری که شاگرد مالک بود، اما رفت در خونه امام صادق التماس کرد آقا رو ببینه از علم امام استفاده کنه. عرض ما امشب اینه که این نیاز ما به امام زمان رو باور کنیم، درک بکنیم، درک بکنیم، چون امام فقط ظاهر نیست. بله در طول تاریخ تجربه نشون داده که ارتباطات با امام زمان، توسلهای به امام زمان خیلی کارساز بوده، خیلی کارساز. همین الان یکی از راهکارها برای توسل به امام زمان این که حرف دلتون رو بنویسید به چاه بیاندازید یا به آب روان، اما عریضه نویسی معروف، عریضه نویسی معروف به چاه، نه چاه جمع کردن، نه دیگه حالا چاهی پیدا بکنید، همین که چاه محل مثلا مناسبی باشه، چاه خشکی تو بیابونی پیدا کن و یا به آب روان بیانرسید. این برای اینکه امامتون رو نمیبینید همون لحظه که دارید مینویسید آقا دارن میبینن حال شما رو باخبرن. شخصی میگه من رفتم در خونه امام صادق علیه السلام، می‌خواستم ببینم آقا چقدر اشراف دارن، چقدر اطلاع دارن. خانمی که مربوط به اهل بیت آقا بود دم در اومد، برای امتحان این کار کردم و الا من قصد گناهی نداشتم، دستم رو یه مقدار به طرف این خانم یک مرتبه از درون خونه صدای امام صادق شنیده شد، فلانی چه می‌کنی؟
میخواست ببینه که حضرت اشراف داری یا نه. بعد که خدمت آقا اومدم گفتم آقا من میخواستم ببینم تا چه حد شما اطلاع دارید از اطراف. حضرت فرمود هنوز ما رو داری امتحان میکنی که چی؟ امام رضا علیه السلام وقتی جسدی رو روی زمین گذاشتن که از شیعیان بود و از دوستان اهل بیت، دست مبارکشون گذاشتن رو سینش، فرمودن هنی ان لک الجنه، گوارا باد بر تو بهشت. رابی میگه به آقا عرض کردم که آقا شما هنوز که اینو ندیدید. فرمود اگر در شرق عالم مؤمنی باشه در غرب عالم ما و یا بالعکس ما از آرش با خبریم. حدیث رمیله خیلی معروفه. بله بله بله. امیرالمومنین علی علیه السلام بیمار شده بود. بله احسنتو. فرمودن تو بیمار شدی، حالت خوب نبود، ما هم با تو. گفت یه تنی با آب بزنم یا آبی به تنم بزنم، یعنی قصد جمعه کنم. بله. برم پای سخنان حضرت. اومدی در بین سخنان ما، حالت خوب نبود دوباره. بعد یه سوالی کرد رمیله، گفت آقا بیرون از این خونه کسی باشه شما میبینید؟ فرمود در شرق عالم مؤمنی داره. وقت این عبارت خیلی عجیبه. حضرت میفرماید مؤمن مریض نمیشه مگر اینکه ما مریض میشیم. ما مریض میشیم. محزون نمیشه، غمگین نمیشه مگر اینکه ما غمگین میشیم. دعا نمیکنه مگر اینکه ما آمین میگیم. ساکت نمیشه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. بله. حالا عرض من اینه، امام زمان گذشته از امامتش، ولایتش، تصرفاتش در عالم تکوین و امثال ذلک، همین که مشفق ماست، همین که دوستدار ماست، هر امامی در زمان خودش و یان امام صادق مثل ما شیعیان ما مثل پدر فرزنده، به ما توجه دارن. این بی‌انصافی نیست که ما بی توجه باشیم نسبت به امام زمان. بسیار زیاد. یه چیزی رو منم تو پرانتز اضافه بکنم و تمام ما مشکلی که توی خاصه حالا فضای اجابت دعاهامون داریم و در واسطه قرار دادن حضرات اینه که هنوز داریم امتحانشون میکنیم. اگر به من حاجتم و داد فلان مثلا رأس گوسفنده رو میرم ذبح میکنم و قربونی میکنم، هنو داریم نظر مشروط. آره هنو داریم معک میزنیم. خدا میتونی مثلا این مشکل منو حل کنی؟ انگار شک داریم خدای قادر. باورها، ببینید اسلام بر باورهای آدم ها حرکت میکنه. یه حدیث قدسی بخونم؟ بله. انا عند ظن عبدی بی، من در کنار اون حسن زن خداوند متعال میفهمد من نزد گمان بنده ام به خودم هستم. خیر باشه به خیر، شر باشه به شر. یعنی به خدا خوشگمان باش تا اثرش. ما در مثلا قدیمی ها میگن آب قلبشو میخوره، نون دلشو، نون قلبشو میخوره. ببینید ما میگیم که الان توی امور اجتماعی روانشناسا اینطوری میگن دیگه، تبادل انرژی مثبت. میگن انرژی مثبت بدی، انرژی مثبت میگیری. فکرت مثبت باشه، مثبت دریافت میکنی. بله. اینه. بله. حالا نسبت به خدا چطور؟ نسبت به امام معصومت خوشبین باشی؟ چقدر تأثیر داره؟ دقیقه. لذا مسیحی ها میدانن حضرت عباس مرده زنده میکنه، یه تاسوعا در سال میان میگیرند میرند. ولی ما هنوز داریم میدویم. حالا دلایل دیگه هم داره، ولی یکی بهترین و مهمترینش اینه که اونا باور دارن و ما هم در معرض. اون یکی داره از مسیحیت خود چیزی ندیده، اون یکی رو احترام میکنه با عقیده جدی. آه، عقیده جدیه. در بین اهل سنت من رفتم تو مناطق اهل سنت و برای شیعه ها منبر رفتم. بعد اینا گوسفند نظر آقا بلفظ میکنن، نتیجه هم میگیرن و با اعتقاد. خب دیده نظر اون دو نفر کرده، هیچ دستگیرش نشده. بله اون که هیچ درست شد. آب و اجدادی سنیه، آب و اجدادی سنیه، درست شد. گوسفند نظر عمر بکنه چه نتیجه بگیره؟ نگرفته. اما نظر از اول گوسفندم رفته تازه، نظر از اول فز کرده سود برده. جالب بود توی منطقه سنی نشین که شیعه در اقلیت یک دهم شیعه بودن، اسم میبرم اشکال نداره، بندر بستانه جنب بندر لنگه. آها. نوعنم صیادن اونا. اون یه مدتی بندر لنگه منبر میرفتیم، یه آقایی خیلی متشخص بود از بازرگانان اونجا میمد پا منبر و از ما درخواست کرد که آقا محرم سال دیگر اونجا ما قول بده. و آقایون اونجا بهشون گفته بودن که
اگر تکیه قبول کرده باشه بیاد اونجا با همه میایم مثلا نه مثلا ایشون تواضع کرده فلان گفتم مجلس اهل بیت مجلس اهل بیت چه وسط شهر بندر لنگه باشه چه تو شهرک بندر بستان باشه الان الحمدلله این خلق خدا به من داده الحمدلله مجلس اگر 10 نفر باشن چون عقیده دارم حضرت زهرا حضرت زهرا صاحب مجلسن فرق نمیکنه وانگه 2000 نفر تو مجلس باشه بله 2000 نفری که میشه شور و حرارت حرف زدن به خاطر اون جمعیت بیشتر میشه ولی مطلب همونه کار نداریم بعد اولین سالی که من اونجا دعوت شدم 24 تا گوسفند کشته شد ماشاءالله روز تاسوعا برای پلو گوشت روز عاشورا 18 تاشو سنی ها داده بودن چون اونا در اکثریت بودن دیگه بله دیگه 10 درصد و اونا داده بودن به حسینیه شیعه که یه تک حسینیه بیشتر نداشت بعد جالبه همین که گوسفند میداد سنیه روز عاشورا یه سطلی می آورد اونجا تو صف میگذاشت یه تبرکیش برسه یه تبرکیش بله بله شب حضرت علی اصغر اونها شب عاشوراست گهواره حضرت علی اصغر رو میگردوندن خانم های اهل سنت من میدیدم که قفده های پول میریختن روی گهواره از جای گهواره عبور میکردن اینکه حاجتشون برآورده بشه خب اینا جای دیگه چیزی ندیدن بله ولی حضرت ابوالفضل رو حضرت علی اصغر رو امام حسین رو کارساز دیدن حالا یه گروه تافته جدا بافته مثل وهابی های خشک مغز اونها که اصلا داستان اونها دیگه حالا بله. و نه خیلی اهل بیت دوست دارن و آثار و برکاتی هم میبینن بالاخره عرضم اینه اگر امامزادگان چنین آثاری دارن امام چطور یه نکته عرض میکنم اون دیشب اون مطلب رو انشالله شما ترویج کنید شما هم از ثوابش بهره مند باشید چون اگر خلق کردیم. بشه اگر خلق بشه به اینکه هر روز یا هر شبانه لااقل یک کار فقط برای امام زمان ما همین ابتدای برنامه گفتیم برای ما پیامک کنن در این برنامه فقط به نیت چیکار کردن امروز حالا اول این کار میتونه یه دور تسبیح صلوات باشه آره میتونه یه نماز امام زمان دست کسی رو گرفته باری رو زمین مونده بله بله یه تلفن بزنی با کسی که قهری واسه کن آره به خاطر امام عشق حضرت حجه آقا من میدونم اون طرف یه تکبر یه هرچه فلان ولی آقا به خاطر شما بله سل من قطعک امام واقر علیه السلام واسه کن با کسی که از تو قطع کرد آقا این تخفیف رو در مغازم میدم فقط به گل روی امام زمان این بنده خدا نداره باشه ببره بعدم پولشو میاره فقط به لطف نگاه با محبت امام زمان بالاخره عرضم اینه در یک کلمه هدیه بدی هدیه میگیری دقیقا هدیه که ما میدیم در حد خودمونه ما هم از سراپا نقصیم اما هدیه که آقا بدن چی؟ کامل دیگه نور الله نور دیگه امام هفتم آقا مصطفى جعفر و ما یک جوانی اومد نزد پدرم امام صادق حضرت فرمود ازدواج کردی؟ گفت هنوز که ازدواج نکردم آقا از کنار بستش یا توشکشون یا هرچی که بود چند تا سکه بشتر 6 تا یا 7 تا الان تردید از منه فهموندن برو ازدواج کن 6 تا 7 تا سکه قطعا اون زمان تأمین کننده نبوده اما دست امام برکتی که داره برکت. نوری برکت. که در اون هست امام فقط کمیت رو لازم میکنن کیفیت اینه که از جانب امام به من برسه خیلی برکت میتونه داشته باشه گاهی بعضی از این کارهایی که ما در 24 ساعت یا بعضی از روزها کاری که برای امام زمان انجام میدیم چه بسا آخر عاقبت ما رو تأمین کنن دقیقا بله. بسیار عالی مبحث بر اینه که سعی بکنیم به باورهای قلبی خودمون بیشتر اشراف پیدا بکنیم و به این نتیجه برسیم که آقا همه چیز در دست با قدرت حضرت حجته و به یمنهی روز قلبرا و به وجودهی ثبتت الارض و السما